هم یک سوال از آیشان خانت هفت اهل بیت پلیم یه هم قرآن کن آیشه جز به اهل بیت باشه یا نباشم؟ پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زنان زیادی داشتن و وقتی در لغت عرب یک کلمه یک اسم اولش الف لام میگیره و برای انحصار هست، اگر ما گفت بیت مشخص نبود کدام یک از خانه های پیامبر، کدام یک از خانه های زنای پیامبر هست، ولی وقتی الف لام میگیره اهل البیت میشه، یعنی یک خانه مشخص. سوره احزاب آیه 33 هست اگر اشتباه نکنم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و خود عایشه میگه در مورد حدیث، در مورد حدیث کسا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلوات و السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین را سلام الله علیهما را زیر عبا یا هم ردای خود جمع کرد و این آیه را خوان که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و اتفاقا خود عایشه را، خود عایشه را و اتفاقا خود عایشه را قصه میکنه، خود عایشه را تعریف میکنه که همچین اتفاقی افتاده. و اصلا در باب عایشه دوست عزیز، کسی که آخی امیره، اصلا تمام افعال و رفتارهایش را کنار بذاریم، کسی که باعث کشته شدن 19 هزار 17 هزار آدم شه، بر علیه خلیفه خود بخزه، قرآن میگه زن پیامبر بگه قرار خانه خود پیشه، تو چی مرگ میطلبی؟ کف کفی میدان با شطور خود را میگردی. در باب ابوبکر و عمر قرآن میگه آقا جان از جنگ فرار کردی جایگاه تو جهنم، از جنگ فرار کردی جایگاه تو جهنم. اینا خود نمیتونن فرار ابوبکر و عمر و عثمان منکر شوند، میان از این بر چی میگن؟ علی هم فرار کرد. یک چلشان دیگه، یک چلشان هستن. میان میگیم چرا عمر در حدیث قرطاس در پیامبر خدا توهین کرد؟ میگه علی کجا بود که جلوی شیر نگرفت؟ میدونی چی دید میگم؟ گمکاری خودک نمیتونن کاری کنن، خودش که نمیتونه بالا بره، میخواد یک نفر دیگر رو پایین بکشه. قرآن میگه آقا جان از جنگ فرار کرده جایگاه تو جهنمه، میگه علی هم فرار کرده بود، آدم آدمی است. میگه آقا جان در پیامبر خدا بی احترامی نکن، میگه علی کجا بود که جلوی شیر نگرفت؟ خب امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، شما او رو چه فکر کردید؟ 24 ساعت در کنار پیامبر خدا شیشته بود، هر جای مرفعاش بود، یا نه ایشان از خود امورات زندگی داشتن؟ مثل از این مانه که میگفتک در یک میگفتک که در یک چی در یک قریه میگفت خانه یک پیرزنه، خانه شرک نه امو آقل شرک دوز زده بود، گاو از او رو با خود برداشته بود برده بود، یک دانه گاو کم وقت بیشتر نداشت. این موقع نماز صبح ما رو میبینه که در آقل باز است و گاو دوز برده، جیغ و داد میزنه که بید که گاو برده. هر کس میاد یک چیز میگه، یکی میگه که تو بد کردی در ما کم بسته نکردی، و دیگه هم گفت تو بد کردی که یک قفل ما کم نزدی، و دیگه هم گفت تو بد کردی که حواست در گاوت نبود. نوبت در کت خدا میرسه، کت خدا میگه یه جوری که مردم تعریف میکنن کلگی گناهکار هستن به جز خود دوز که همین دوزی رو انجام داد. خود شما هم اینجوری هستید، یک جوری قصه میکنید، یک جوری تعریف میکنید که همگی گناهکار به جز عمری که توهین کرده، عمری که از جنگ فرار کرد، ابوبکر که توهین کرد، ابوبکر که فوش داد، ابوبکر که از جنگ فرار کرد. خواهی خواهی نشد دلیلی، خواهی نشد منطق. من تو رو بگم چرا رفتی دزدی کردی؟ تو خواهی میدانیستی چرا جلوی مرا نگرفتی؟ خواهی نشد منطقی، نشد دلیل، فعل تو انجام داده، تو باید جوابگوی خوب باشی. مگر مرا کسی وظیفه داده بود که مراقب از تو باشم؟ مگر مرا کسی وظیفه داده که مراقب از تو باشم که حال تو میخوای او گناه رو گردن از ما بندازی؟ یا حالا شما میخوای گناه رو گردن ما بندازی؟ باز میگن یک سوزن در خود بزن، یک جوالدوز در مردم. امام زمان خودشان در دنیا ات نیامده، مردی در دنیا هنوز نیامده، باز که 24 ساعت بشینی
آره امام زمان روافظ فلان بسمدان فلان بسمدان فلان بسمدان فلان بسمدان، در صورتی که از خود چه اصلا در دنیا هنوز نمده و از برای خدا، البته اعتقادشان این هست که در دنیا نیامده، وگرنه کدام حدیث و چیزی دال بر ازی وجود نداره. از کجا معلوم که تا الان در دنیا نیامده باشه و فردا قیام خود شروع نکنه؟ تشکر. و فردا قیام خود شروع نکنه. ایره شما از کجا میتونی وعده بدی که همچین اتفاق نیفتاده یا افتاده؟ خب اگر هسته الان همون در کدام گور هستم؟ همون ترسوی بیغیرت کجا هسته که صدای خود نمیکشه؟ در جان ما روافظ نمیاد. امام زمان تانه دیم. کجاست؟ خب یعنی کل دلیل و منطق شما هست. در باب نکاح متعه یا همان صیغه که شما میگید که این فلان هست، فلان کار بدم، فلان بسمدان هستن. خب احمق خودت با زبان خود میگه که همین کم از کم در زمان پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود. حالا اختلاف چه سر از این هسته که از کی حرام شد؟ اختلاف سر از این که از کی حرام شد دیگه. خب تو اگه ایره کار بد میدانی، نعوذ بالله پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم کار بد انجام میداد؟ ما رو دستور داده بود و کار بد را انجام بدیم؟ خب یعنی از عقل و منطق تو هستن. یخی آدم هم میگیرن که شما عایشه را فاحشه گفتید فلان و بسمدان کنید. با صحیح بخاری را که بخوانی خودشان در ماجرای افق در صحیح بخاری نوشته کردن که علی ابن ابی طالب علیه السلام، خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ابوبکر پدر عایشه و مادر عایشه در خود عایشه شک داشتن که زنا داده. شک داشتن که زنا داده تا وقتی که آیه نازل شد در ماجرای افق. خب شما در کتاب خودتان میگید پیغمبر خدا سری اما مادرتان شکی بوده که تو کدام کار کرده نکرده، من خبر نیستم. علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه چهارم میتون شد. پدر و مادر ابوبکر سر دختر خود شکی بودن که این هم زنا کرده نکرده. باز ای روافظ توهین کرد، روافظ فلان کرد، بسمدان کرد. آیا مگر ما نمیشتیم؟ تو بیار از کتاب شیعه که ما گفته باشیم عایشه غسل یاد داد. بیار. باز وقتی باز دماسمالی یک نفر هستید، دماسمالی یک نفر هستید که این نه، این والا یک جور غسلی بوده که عرضم در خدمتید بسیار غسلی بوده که با غسلهای ما فرق میکنه، یک جوری کده که می غسل نشان داده که دیگه نمیتونستن که اونطوری بد باشه. این را حالا داستانش طولانیه، نمی که بگیری روی یک چیز خاک پاش بریدی. خب او بکنار، این رجل نزل به عایشه، نه او که بود در میمان خانه عایشه رفته بود جناب شده، نه نه نه، حال میمان خانه چه کجا هست؟ نه او را ما طبق ازی و از او اینا را جمع کنیم، در از او کتاب و در ازی حدیث بزنیم، ای را بکشیم او را نتیجه میده. رفتی کتاب جمع کردی صحیح بخاری، معتبرترین کتاب حدیثی تو که مردم بخوانن، یه چیز از زندگی یاد بگیرن، از شأن پیامبر از زندگیش یاد بگیرن، سرلوحه زندگی خود قرار بدن. یک میمون دیدیم زنا میکرد، گرفتیم رو سنگسار کرد. خامو این کمیر میخونه از این حدیث چی استفاده؟ صلی الله علیه وسلم گرفت سر پای شاش کرد. خامو سنی که این میخونه از چی استفاده میکنه عزیز دل؟ با خواندن از این حدیثی که شما میمون رو سنگسار کردید، با خواندن از این حدیثی که شما یک میمون رو گرفتید فهمیدید که زنا داده او رو سنگسار کردید. آنه در صحیح کلیر 38-49 راوی کی است؟ عمرو ابن میمون. رأیت فی الجاهلی قردتن اجتمع علیها قردتون، یک میمون مادر دیدم که نرا محاصرش کردن، قد زند دیدم که زنا کردن، فرجم موها سنگسار شروع شد، فرجم توها معهم مام گرفتم سنگسارش کرد. عمرو ابن میمون بازی رو گفتن. خب الان یک سنی موحدی را خان چی استفاده یزی کرد؟ یک سنی موحدی را خان چی استفاده یزی کرد؟ یا حدیث او را مگه باشد ایتان نشان بده؟ یک لحظه اجازه بده من میره پیدا کنم، ببینید که چقدر رفتن سر از احادیث زحمت کشیدن که امت مسلمه استفاده کنه. او مردم خنده نکنید، جان نفر برآمده اینا رو جمع آوری کرده که امت اسلام استفاده کنه. عالی سکتور بخونم باشت مایر پیدا کنم، هرچم قبلا نشان دادم
یعنی هسته اگر اشتباه نکنم. اگر یک مگس تا یک ظرف آب بغلطه، اگر مگس تا ظرف آب بغلطه، یک بالش شفا یا یک بالش مرض است. اگر افتاد تو بگیر یک بار دیگه هم غوطه بدی، یک بال از شفا یا یک بال دیگهش مرض. باز دیگه شما داد حدیث توضیح میداد، میگفت فرق پشه و مگس، میگفت پشه دیستای خود همیه اینطوری میماله، میگفت مگس نمیماله. اون یک فیلمش هست دیگه فرقش توضیح میداد، میگفت پشه اویی که دیستای خود اینطوری میشینه در همیه میماله، میگفت مگس نمیماله. یعنی توضیح دادنش یعنی توضیح، یعنی کتب علمی شم که پشه اگه افتاد تو درش بیار، یک بار دیگه هم غوطه بدی باز بخورو. از پیامبر خدا، نه نه نه، از پیامبر خدا، اگر بخواید از پیامبر خدا شما طلب شفا کنید که یا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اینی حاجت داریم، خدایا دا آبروی پیغمبر خدا، اینی مریض داریم، کافر تا کافرانده پشه او پشه شفای بگیر بزنده بدن. خامر نمیتونست بگه کدام بالش شفا، شفا هسته یک بالش کدامش چپ یا راست، پشه را ایوری بگیریم راستش یا ایوری بگیریم او راست، کمور خودش کنده میکرد نان چکر کده مخورد. کم وقت یک بار که حواسش نیست خود دمینه او میزنه، او یک دفعه توبور کن سر از رو دوباره تایهو که باید پرده کن. نمیدنم به خدا، نم باز ده کافر بودن که هستن، باز ما کافر میشیم درم جانم بستیم، باز در او دیش یک کافر میشه. چرا از مرده ها میخواید؟ از مرده کپر است. ولی باز از پشه بخوایش کال نداره، از این پشه اونم تخنیکی دیگه، اونم تخنیکی، یک بالش شفا و یک بالش مرض. بس ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط از تو یاری میخواییم، فقط تو را میپرستیم. او بچه ها پشه همات نتانی بگیریش، قبر نفرستید آقای روافظ، قبر پرستی نکنید، مرده پرستی نکنید، گنبز گنبزی گنبز نسازید، گنبز نسازید، شرک است. بازن محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گنبد و بارگاه داره، چرا رو خراب نمیکنه؟ چرا رو خراب نمیکنه؟ مگه قبر پرستی و دیگه و دیگه بد نیست؟ خب چرا او گنبد پیغمبر خدا را، اون ابوبکر و عمر همون اونجا هستن دیگه، چرا از نار خراب نمیکنه؟ چرا از نار خراب نمیکنه؟ اگه واقعا نمی عقیده تی، خب چرا از پیغمبر خدا را خراب نمیکنه؟ خراب کدی؟ اون گنبد بارگاه دیگه، از اون ابو خرنیفه و مالک ابن انس و نمفهم احمق ابن تنبل و از نارم خراب کدیم، اونا هم خود گنبد و بارگاه برشان ساخته. خب اگر ما شیعیان قبر پرست و مرده پرستیم، خب شما اول اما رو که مدینه و عربستان که در پیش شما هستن، مدینه و عربستان که نزد شما، یه خرابش کدیم؟ ما مشرک شدیم قبر پرستیدیم، کی جلوی تو رو گرفت که خراب نکنیم؟ ما مشرک شدیم قبر پرستیدیم، تو چرا خودت از ما مشرک ها برابر میکنی؟ تو چرا خودت با از ما مشرک ها برابر میکنی؟ کی جلوی از تو رو گرفت که اونجا رو خراب نکنیم؟ مرده صدای شما رو میشنوه؟ مرده صدای شما رو میشنوه؟ روافظ کاپران
از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد جنگ بدر با مرده های قریش صحبت میکرد، رفت بالای جنازه مرده های قریش، درسته؟ حضرت صالح علیه السلام بعد اینکه در قومش عذاب نازل شد با مرده ها صحبت میکرد. خب این کار عبث و بیهوده رو چرا انجام میداد؟ وقتی نمیشنون چی گفتن؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قبرستان بالای قبور که مرا برشان چگونه دعا میکن؟ خب اگر مکتبتان مکتب تناقض نیست، اما بگید چی هست دیگه؟ اگر تناقض نیستید خب چی هست دیگه؟ میره یک توضیح شما بدید. ای امام زمانتان، از خود چی؟ از ما که در دنیا نایمده؟ اوکی، من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه، کافر شد. او بچه پیغمبر خدا میگه اگر بیعت امام در عنقت نباشه، در گردنت نباشه، در مرگ جاهلی میمیری، در مرگ جاهلی میمیری. نه، منظور از امام قرآن هستن. خام قرآن، تفسیر قرآن چه کسی میگیری؟ از اونایی که قبلا مردن، قبلا واسه من نوشتن. خب بالاخره ای امام توی یا اویی که ایره تو توضیح داد؟ بنداز پایین خبیثه، بنداز پایین. اگر مکتب تناقض نیستید چی هستید؟ اگر